جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیروز گفت علارغم تلاش‌های دشمنان برای صدمه زدن به پیوندهای دو جانبه بین ایران و عراق، آن دو کشور متحدانه نزدیکی باقی خواهند ماند. اظهارات وی پس از دیداری در بغداد با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران عنوان شد. طالبانی که چند هفته پس از مناقشه‌ای بر سر یک چاه نفت در خطوط مرزی مورد اختلاف بین دو کشور سخن می‌گفت، از روابط استراتژیک میان بغداد و تهران تمجید کرد. طالبانی گفت دشمنان ایران و عراق خواستار ایجاد تنش و فضاسازی علیه مردم دو کشور هستند که این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد و ما چنین اجازه‌ای به آنها نخواهیم داد. کنسول سابق سفارت ایران در نروژ دیروز تایید کرد که در اعتراض به سرکوب معترضان در ماه گذشته توسط دولت ایران از سمت خود استعفا داده است. محمد رضا حیدری در یک مصاحبه تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت که مقامات ایران از طریق سفارت ایران در اسلو از وی خواستند که به تهران برگردد. وی گفت استعفای خودم را برای کاردار سفارت فرستادم. به او گفتم که ادامه کار برایم ناممکن است. این کار را برای مردم کردم. برای میرحسین موسوی انجام دادم. وی همچنین گفت هنوز نمی‌داند که آیا در نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی خواهد کرد یا خیر. اسرائیل دیروز اعلام کرد که صلح‌بانان سازمان ملل متحد در لبنان اخیراً صدها پوند مواد منفجره در جنوب لبنان کشف کردند که به گفته اسرائیل توسط شبه نظامیان حزب الله در آن مکان جاسازی شده بود. گابریل شالوف نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و به شورای امنیت اعلام کرد که مواد منفجره از نوع پیشرفته بودند که احتمالاً به صورت صنعتی در ایران یا سوریه تولید شدند. وی تأکید کرد این مواد منفجره بیانگر یک تخلف جدی دیگر از قطعنامه سال 2006 سازمان ملل است. این قطعنامه به جنگی 34 روزه میان حزب الله و اسرائیل پایان داد و همه سلاح‌های بی مجوز را در جنوب لبنان ممنوع کرد. هر دو کشور ایران و سوریه که به عنوان حامیان اصلی حزب الله شناخته شدند، مسلح ساختن این گروه شبه نظامی لبنانی را انکار کردند.